چی؟ در باز بود اومدن بردن دیگه. در کی باز گذاشته؟ بابا بزرگ رفت بیرون مرسده رفت سراغش که پیداش کنه برش گردونه. همون پسری که صبح اینجا اومده با یه پسره دیگه با یه بالت سفید اومدن اینجا از من سراغ شما رو گرفتن. منم بهش گفتم شما شرکتی. کار خودشونه. کار کیه؟ بابا کارمون دو تا کی اومدن شرکت رو به هم ریختن دیگه. من بهش گفتم که شما نیستین. ولی قبول نمی‌کردن. فکر من دروغ میگم. دو مرتبه که اومدم پایین که بهش میگم دیدم قشنگ اینجا میپلکن و درم باز و راه. در چرا گفتن کردی؟ من که به شما گفتم بابا بزرگ رفتش. نمیاد آروم باشین چش. نمیاد آروم باشین. آروم باشین. شما میگن ببخشید این همسایه‌تون یه توضیحاتی دادن. به کسی مرزون هستین؟ مرزون که چه هست کنم جناب سوارم. مطمئن هستیم کار خودشونه. ببینید صبح هم اومدن دفتر کامل به هم ریختن. بچه برو اون برد ببینم. جناب سوارم. چی بیاری؟ یه زیگیلی هست. از دیروز سالا ما را اسیر کرده. من فکر کنم کار همونا باشه جناب سوارم. آقا جان درست پسر جوان بودن با یه وانت سفید رنگ چون درتون پرسه آره آره باری کلا درسته دقیقاً دوتاشون با یه وانت صبح برداشتن زرنم درتون هم باز فرمان راست میگه دیگه در وقتی باد باشه هر کی میره و میاد هر کی بیاد و میره بابا جان دیگه ما مراقب هستیم میبینیم حداقل کی میره کی میاد ببر کجا جسم بگیرش مشکوک که بگیرش بگیرش خودشه اینا نه اصلا هم داره بابا بابا چرا اینجوری میکنی؟ آقا جهان با من هستم ببخشید بدبخت شدم بیچاره شدم همسایتون یه سری توضیحاتی دادن شما خودتون از این افراد چی اعلام کردن آدرس مشخصاتی ندارین؟ چرا من دارم بفرمید ببخشید یکیشون یکی از این پسر چرکواست درسته خیلی موهای شلخته‌ای داره بعد اون یکی هم دماغ خیلی تابلو کجی داره انگار مثلا با لوله چیزی زدن تو دماغش ببینم حرف نزن جناب سوار من فکر کنم آدرسشون رو بلد باشم بفرمایید خیابان ترشی فروشی نه نه ببخشید ترشی فروش هست ازگل خب ازگل سلامت باشی چیزی شده؟ خراب شده دارم میدارم تعمیرش کن وایک بسا بینم بایستا بایستا کجا داشتی در میرفتی؟ تو سر بود بخاری آوردم تو گرم بایستا بیا جلو حرف نزن تو سر بود بخاری آوردم ها همینجا میشینی تا جان سبان بیا یواش حرف نزن اوف نه چجوری آوردی اینجا؟ دستمو با کمک خودم میبرم میذارم سر جاش لازم نکنه خودم میبرم بهش حرف نزن همینجا بشین تا جان سامان بیا بله چشم تعمیرکاری آره خب بچه جون چرا این کارا رو میکنی؟ چرا رحم به جوونیت نمیکنی؟ کاری نکردم پاپوش سوختن برام اینه که خالیه یه سوزنی، سنجاق قفلی تو کیفتون بگیر دست شما درد نکنه هره تو دستت حالا چی کار میخوای بکنی؟ ساندویچ کالباس دادن تو کلانتری اومدنی لای دندونامو میخوام تمیز کنم نکنی این کار رو تمام لثه‌هات خون میاد بابا دکترم انقدر گرونه جدی میگی؟ بله خطرناکه شما که هنوز اینجایی؟ جناب سروان من به چی باید قسم بخورم؟ والا بچه های من اصلا دوست نیستن چرا باور نمی کنین آخه؟ خانم
بچه‌هاتون صبح رفتن در شرکت برای طرف خط نشون کشیدن، شبم با وانت رفتن در خونه‌اش، همسایه‌ها دیدن شناختنش. جناب سرور، ما اصلا وانتمون کجا بود؟ ما وانت نداریم. باز که تو اینجایی؟ هی قول ندی دیگه این برا پیدات نشه. من که خودم نمیام جناب سروان، تا منو میگیرم برام میدارم میارنم اینجا. خیلی خوب، بشین تا تکلیف رو روشن کنم بفرستم دادگاهی. جناب سروان اجازه بدین که من یک کلام میخوام. اینم که هی میره که گرفتارن، سرشون شلوغه. اینه که دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. سر شما درد نکنه. سوزن رو کجا داری میبری؟ بس سر جاش زشته. بله تو نام نباید بیفته، برای اطلاعات مردمه، حق با شماست. با اجازتون ببخشید. آقا کجا؟ بچه هات باید برن داسترها، تکلیفشون اونجا روشن شه. این کجا رفت؟ من میخوام سرکار احمدی. سرکار احمدی. آقا جناب سروان، ما نوست خانم اول رفتیم در خونه شون، خب بعد بیم اونجا نیستن، با هم شدیم با هم دیگه رفتیم دم شرکت، رسیدیم دم شرکت دیدیم اونجا هم نیستم، بعد یه 5 دقیقه 6 7 چقدر بود اونجا وایسادیم و بعد هم دیگه برگشتیم کاری نکردیم. تو شرکت دعواتون شده بوده؟ اصلا دعوامون نشد، ما رفته بودیم اصلا برای یه کار دیگه، رفتیم اونجا گفتم یه چیزی بگو دیگه. نام نمی‌خوام بخور. ببینم بخور. اصلا چرا دم شرکت شما رفتین؟ وانه تو چرا با خودتون برداشتین بردین؟ من اصلا نمی‌خواستم برم مجید، من اون قضیه سرقته رو براش تعریف کرده بودم، گفت این یارو کیه تو این قضیه تعریف می‌کنه، بیا منو ببر اونو ببینم. عادی هم بگی میفهمه، اینو تکون میدی این دایی داره تنگتر میشه. آره هی گفت من دوست دارم یارو رو ببینم، گفتم باشه بریم اینو ببینیم، برش داشتم بردیم یارو رو ببینه، اونجا یه مسائلی پیش اومد که خب بگو تو، بگو برامون پاپوش درست کردن، این باورش نمیشه. بگو چقدر حرف میزنی، یه ساعت داری بیر میزنی ناصر. مانجو شما هم برو خونه قربونه دارم اینجا بانه. اینقدر در من غیرتی نشو، 20 فرش از تو خونه جهان وردشن بردن، الان شما رو به جرم دزدی آوردن اینجا، بعدش میخوام بفرستن تو دادسرا، من سرخوش سرم بندازم پایین برم تو خونه اینجا وایناسم که تو آقا غیرتی شده. خیلی سرخوشی، خیلی سرخوشی شد. حالا وانت مال کی بوده؟ هی بابای داری سینجیم میکنی چرا؟ میگی ما پامونو نداشتیم خونه اون نامردن، بیام بیرون ببینم چیکار میکنم. عزیز من، مادر من، شما برو اینجا لاتولود میارن خلافکار میارن، من نمیبینی همشون جان. خوش ندارم اینجا باستی. خوش نداری که نداری. ببین سوزن کبریتی چیزی نداری؟ تو سوزن برای چی میخوای؟ این لای دندون هم فکر کنم از این کالباسه رفته اینو تمیزش کنن. ناصر به خداوندی خدا اینجا بخواد خلاف ملاف ازت سر بزنه، من میدونم چی کار با تو بکنم. آه بابا دندونم چیزی رفته، کالباس رفته لای دندونم، چه ربطی داره خلاف ملاف این چیزا؟ ناصر یه دفعه هم شده تو زندگی روده راستتو بنداز به کار، حرف راست به من بزن. دارم راست میگم، ما دست به فرشا یارو نزدیم. بگو جون سهیلا نزدیم. بابا چرا حرف پسرتون شما باورتون نمیشه؟ حرف اونو باورم میشه، حرف تو یکی رو باورم نمیشه. ای بابا خب منم هر جا بودم با مجید بودم دیگه، چی بگم شما باور کنید؟ به جون شما، به ارواح خاک آقا محسن که انشالله هرچی خاکشه عمر شما باشه، من دست به فرشای یارو به درک نزدم، من دست به فرشای یارو نزدم. بابا دست نزده با من بود بدبخت. حالا اگه برین اون تو نتونین حرفتون رو ثابت بکنین، من چه خاکی بد به سرم بریزم؟ نه نه انشالله حتما. سلام علیکم. یعنی سوزنی هست که چند تا دست رو من این برم بستاسی. آقا چی کار داری میکنی؟ چرا این داری میچسبونی به بچه من؟ خانم باید برن داسترا. من میرم تا اینجا برمیگردم. دست شما درد نکنه بفرمایید. ببخشید نشد دیگه. باشه نیم چی نشد دیگه؟ هیچی. با شما مگه؟ آره چطور مگه؟ هیچی. محبت کردم با چی رو تو نشد دیگه؟ هیچی. سوزن سوزنی سنجاب چیزی. ساندویچ خوردی؟ آره منم ساندویچ خوردم. ببین من میگم مامانت ناراحت میشه. یه کار دیگه هم دارم. با سوزن؟ آره. چی؟ بله دیگه؟ ببین نداری سوزن بابا؟ بابا ده دفعه پرسی بدم نه دیگه. سوزن نداری. برادرها سوزن چیزی همراهشون نیست برای یه کار اینجا لازم. یه دونه سوزن بابا. هر کی داره دست به دست کنه بفرسته این بابا. نیست؟ شما که باید سوزن داشته باشی آقا. نداری بابا؟ نداری. پیکنیک داره سوزن نداره؟
بله سلام جون. بله بفرمی. چرا هستم؟ آقا شهرام. شهرام. بله. تلفن صحبت میکنی؟ میام میام. بیا بیا آقا میانم. الان گوشی گوشی گوشی. خانم با کی کار دارین شما؟ خودشون میدونم. آقا شهرام. نه خیر آقا جهان. آقا جهان میام میام. بفرم. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم. بله. الو. آقا شهرام. گوشی. آقا شهرام. آقا شهرام. بله. تلفن. بابا میام میام الان. میام. شما با کی کار داشتین؟ خودشون میدونن. آقا شهرام. اون گذاشتم اونجا. اون چیه؟ گوشیه. الو بفرم. سلام علیکم. بله خدا هست. آه بله حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ بله بله. پسرتون به من گفتن. آخه من ببین من به شما سالم تحویل دادم. من نمیدونم دیگه. بله بله. آه دقیقا رو هم پاکت نوشته. خب شما هم پاکت گوشی؟ بله. باشو کنید یه چک بنویس یه رو بره. باشو. نوشتم یه ما قبول نمی کنه. بابا جان یه جور راضیش کن دیگه. فقط شما حواست پاکت... باشه گوش کن با من حواست باشه. شما مشخصات اون پاکت رو بعد ننویسی بعد بیچاره شما بزنی. پاکت مشخصات رو بده. الان بگید مشخصات صبح که میای با چه کسایی؟ خانم من نمیفهمم چجوری به شما بگم. بابا فرشامو بردن داره ندارم رفته زندگی نابود شده. چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمم؟ میفهمم. من مطمئنم که کار بچه‌های من نیست آقا. خب اگه نیست بس چرا شما نگرانید؟ ببخشید آقا من اومدم اینجا با شما صحبت کنم اینقدر جلوی من رژه نری. خانم من میخوام بار بفرستم آلمان. هزار تا گرفتاری دارم. من نمیتونم شرکت رو ول کنم کار زندگیمو که بیام بچینم برای دل شما. ببینید آقای محترم من همیشه رو پای خودم وایسادم. به هیچ کی التماس نکردم. هیچ وقت غرورمو برای هیچی نشکوندم. ولی امروز اومدم اینجا دارم به شما التماس میکنم. ازتون خواهش میکنم. بچهای من دوست نیستن. شما رو قسم میدم به هر چیزی که میپرسین رضایت بدین بچهای من بیان خونه. شما زنگ بزن. خانم هر روز بعد از دست شما یه بساطی داشته باشیم دیگه. عین روز روشن کار کار همون دوتاست. پولای بانک همون آقایون برداشتن. این شده یه شیوه دیگه که پولا رو میگیم پیدا کردیم بعد میرن مژدگونی میگیرن و همینجوری بدبخت و میتیقید. رضایت بدیم رضایت نمیدیم میگیم پدرشون هم در بیارن. چی فکر کردین؟ فکر کردن که مثلا گیر نمیافتن نه ولی گیر افتادن. بریم بهشون بگین جای فرشا رو لو بدن. منم قول میدم بتونم از بابا رضایتشون رو بگیرم. فقط به شرطی که از ما بکنی. بری یه بدبخت دیگر رو بچسبید اونو تلکی کنی ازش پول بگیری. فهمیدی؟ بابا بابا بله یه سیگار به من ببخشید. خودکار تو به من بده. خودکار فرشا رو بردن. خودکار هم بردن. ببخشید معذرت میخوام. با شما هستم. به حرفام گوش میدین؟ بفرمایید. بفرمایید. غلط نوشتی که
مادر یه صابون دم دستشویی میذاشتین، کسی نمیخواد بره دستشویی؟ چرا؟ با سینه رو برده بکوب تو سر بچه؟ چرا اینجوری قضا میذاره جلو بچه؟ برای اینکه من نمیدونم این آقا ناصر برای چی مجیده برداشته برده دم در خونه اینا. برای اینکه این آقا اومده دو دستی داره پولو تقریبتون میکنه، میگه نوش جونتون، میگه حقتونه. اون وقت شما برو ماشین زیر پاتو بفروش تقدیم آقا کن. کاش برو یه دو سه تا تخمر خاگینه کن ببر بده بالا. نوید جان قربونت برم، کوفته کردی پاشو برو غذا رو بده بالا تو آشپزخونه. من نگو چیزیش با من حرف میزنه. شما هم پاشین یه چیزی کوفته، لا اله الا الله، پاشین یه چیزی درست کنین بخورین، انقدرم رو اعصاب من راه نرین. آخه یه جوری حرف میزنه انگار ناصر حبوشه. دیگه اون رفته دوزی که داداش خودمونم باهاش بوده که داداش خودمون وقتی پول جلو پاش ببینه بر نمیداره بذاره تو جیبش، حالا بلندشه بره خونه مردم 20 تا قالیچه عتیقه بدوزه. آها، یعنی که شوهر خواهرت اگه پول تو خیابون ببینه بر نمیداره میذاره تو جیبش. چند روز پیش تلاول افتاده بود جلدر آقا ناصر برداشت. بفرما. صبر کن. گفتم چرا برمیذاری؟ گفت میخوام بذارم تو صندوق صدقه. بفرما. صبر کن بیا بیا. هر جا صندوق صدقه می دیدیم خواب نمینداخت. گفتم چرا نمیندازی؟ گفتش که اینا خرابه. داشتم اصلا. یه دونه دیگه بزن. خب وقت خودتون دوتا مثل سگ و گربه دارین به هم دیگه میپرین. وقت من توقع از غریبه باید داشته باشم؟ همین جوری این اعصاب من را برین. برو سینه ورده بی ببر بده بالا. مامان جان قربونت برم، این تخم مرغ دیگه چی داره که میخوای ببری بدی به این کتابی؟ مادر جون بوی روغن کرمانشاهی پیچیده تمام سر تا سر راه رو گناه دارن. مامان دیگه شورشو در آوردی به خدا، همین یه ساعت پیش پاشاد اومد اینجا شستمو گذاشت کنار، حالا میخوای براش قضا ببری؟ چی میگه؟ همین اینو میگه دیگه. اینم کتابی. میگفت همتون دوزین از دم. دوزین. من گفتم مامور نیومده بود در خونه ما که اونم با قدوم مبارک شما اومد. بعدش هم کلی قلم سلامه برد. همین الان جمع میکنم از اینجا پا میشم میرم. کجا بری مادر من آخه؟ سینه بده به من. ماما نری تو این هاگیر باگیر بگی که جمع میکنی میریم ها. بچه من پشت میده. علیزه حرف میزنی؟ خودت گفتی دیگه، من نمیخوام. من میگم هر چی من بگم تو باید تکرار کنی. اگه فردا مامان خواست بره زندون ملاقاتی بگی ما هم باش بریم. نوید جون زندون نه، بازداشتگاه. آره همون بازداشتگاه. چه فرق میکنه؟ بالاخره گرفتارشون دیگه. شمایی؟ نه این دماغش خود بلندتره. آره دماغ شما یه خود بالاتره. آبجی سیگاره. جرم چیه؟ هیچ چی بابا، مادم فرشا رو ببرم بفروشم گیر دادم، میگم فرشا دزدی. شما هم یعنی فرش دزدیدی؟ سیگار نداره. ای بابا سیگار چیه؟ هی سیگار داری سیگار داری؟ تو کلانتری هم خجالت میگه؟ جناب سروان هی میگه سیگار داری، یه نخ سیگار داری؟ جناب سروان شما چرا یه دقیقه پشت میزتون نمیشینین؟ مبارک باشه بچه هاتون آزادن، میتونین برین. بچه ها آزادن؟ بله دیشب روز فرشاتون رو دستگیر کردیم. ایشون؟ بله مردشون ریختته ببری. خدای لای خیرتون بده جناب سروان، خوشحالم کردیم. جناب سروان دستتون درد نکنه، هیچ کم و کسری نیست، فقط اگه اجازه بفرمایید ما این فرشا رو ببریم دیگه. ای پدری از تو در بیارم. چی؟ پر رو اصلا. درسته؟ رضایت این خانوم هم باید جلب کنین. والا جناب سروان اینا که خیلی ما رو اذیت کردن. من فقط خانم گفته باشم اون دوتا یه بار دیگه بیان جلو خونه و دفتر بخوان آفتابی بشن شر بپا کنن. بفرم آقا بفرم. مامان دو تا سوسیس گرفتم بندری نداشت. زدیم بنده خدا رو له لوردش کردی. ببخشید جمع سر بود نیست که این درست تایپ نشد، یه بار مطالعه کنید. شما چیزتون نشد؟ نه خورد تو صورت هم مشکل نیستش. اینو نگاه کنید ممنون میشه. اگه
دیگه. نه این مشکل نداره. دستون در نکنه پس. خیلی ممنونه. خدا حافظ. اجازه میدید؟ خوبه. این ساندویچ رو بده به این کوفتش بکنه. برای چی؟ بچه ها آزاد شدن. شوخی میکنی؟ به جون تو بچه ها آزاد شدن. جناب سروان با اجازه مرخصی میدید؟ به سلامت. یه خورده نصیحتشون کنید. چشم. با اجازه. خدا به سلامت. خدایا بازم شکر. شکر خدا مواظب باشه. خدایش آزادی عجب نعمتیه. ای خدا متشکرم. ممنونم خدا که منو آزاد کردی. من با بذار دارم صحبت میگه دیگه. پاش ده سال که اون تو نبودی یه شب بود دیگه. تو چرا بیا تو هم کمربندتو بگیر. شلوارت داره میفته. فقط این یارو شانس بیاره من دیگه نبینمش. باز دوباره چی رو شانس بیاره؟ میخوای شر درست کنی؟ بابا یه چیزی بود تموم شد رفت که تو هم زود باش. تموم شد. تازه شروع شده. مجید ببین دارم جلو بچه ها قسمت میدم ها. یه دفعه دیگه پاشی بری اونجا در خونه اینا شر به پا بکنی شیرم و حلالت نمی کنم. اینم نره من خودم از یارو شکایت میکنم. اعاده حیثیت میکنم. تا قرون آخر خسارتمون رو ازش میگیرم. باز کدوم خسارت؟ کدوم خسارت؟ الان من رو لکه دارمون کرده بدبخت. الان حیثیتمون و آبرومون رو لک آقا خود نامردش اونا اونا بچی از خر چه ببین آقا مریدا یه چیز دیگه بیشتر هم نمیگم. اگه یه بار دیگه او واتا اگه یه بار دیگه چشم به چشت بیفته هر چی دیدی از چشم خود دیدی ها حالی چوت بعد بخدت شکایت میکنین تو حیثیت آقا من واقعا متاسفم سلامت کردم متاسفم که همچین اتفاقی افتاده. یعنی بالاخره شما هم اگه جای من بودین مشکوک میشدین دیگه شرمنده دیگه. امیدوارم که ما رو ببخشید به بزرگی خودتون شرمنده بود. بریم بچه ها بریم ایتواد خانواده بچه هم بفرمایید. خدا بسیار بفرمایید. بله لطف فرمایید. آقا شما نگران نباشین الان ناراحت هم ناصر اومدم من بعدنم یه تماس با شما میگیرم. ناصر یه کار خیلی واجب دارم. خوشحال میشم زنگ بزنید. خدا به شما مرمت زیاد. خدا به بابا. بابا فرشا رو تحویل گرفتم دیگه. این لاتای بی سر با که چیزی بهم نگفته دیگه. چیزی بابا میگم همه چی ردی بچه سوسو بچه سوسو به بابا تم گفتم شلقم یه بار دیگه چشم به چشتون میفته قاطی میکنم ها. باره بابا باره دماغ تو صاف کن. باره انحراف دماغ تو یا بابا شلقم بره. ای بابا شب شد ماشین نیومد. مجید از فردا بری دنبال ماشین. اینجوری نمیشه. با کدوم پول؟ با کدوم پول نداری؟ یه پولی چیزی تهیه میکنیم پیش قسط میدیم بلکه بتونیم یه ماشین قسطی بگیریم دیگه. من که میگم لیزینگ کن. چیزینگ؟ لیزینگ من آشنا دارم. در بس. من نمیدونم چی کار میخوایم بکنیم ولی این دفعه پاوا رو میبریم دوباره سر کلا نرم. در بس. چرا کلا بره؟ میگم آشنا. من نمیدونم چرا ماشین رو فروختیم. حالا این نیم ساعت میگه ماشین نگه نمیداره واسه ما. بابا اینجا ایسکا اتوبوس نیست؟ نه ایسکا اتوبوس ول کن من ماشین میگیرم. تو خیلی خوشقد شیم. آقا جهان ولش کن. بایست آقا جهان دیوانش. بابا همین آقا جهان دارم من چاب رو باسته. بابا زشته به خدا سوار میشیم. من پاهم تو ماشین همون در بس. نه بابا راجبی دیزینگه هم باشه. بابا بیا هم ببخشید، کاش من تنها بودم. گفتی اسمت چی بود؟ فرناز خوشگل من. ببینم چرا مامانت نایمه ترشی بخره؟ آبگوش درست میکنم. آبگوش داری نها؟ بله. خودت هم دوست داری؟ بله. داداشت هم دوست داره؟ داداش ندارم، داداش خواهر دارم. اما اتو کوچیکتره یا بزرگتره؟ بزرگتر. آفرین. خیلی خوب. امسال کلاس چندمی؟ کلاس نمیرم، پیش دبستانی هستی. پیش دبستانی هستی.
زور که رفتی خونه آبگوشت خاصی بخوری. سلام، خدا قوت، خسته نباشی. اینو ببر بده به مامانه. برو عقب بعد بعدا بیارم بده. باشه، برو قربونت. برو عقب همینطوری برو. حالا بیا جلو. بیا همونطوری بیا جلو. بیا. خب خسته نباشی. سلام عرض کردم نصرت خانم. بفرمایید. شیرین ناقابله، مثل اینکه با شما چیزه من میخواستم بیام از شما معذرت خواهی کنم، چون نمیخواستم بیام در خونتون. نصرت خانم آدرستون رو من بهم شدم. بله آقا جون، تا آدرس شما رو داد من تازه فهمیدم که من یه سال پیش از شما ترشی خریدم. اگه اشتباه نکنم اون موقع شما بساطتون رو عقب ماشین میذاشید. ترشی لیتر هم ازتون خریدم، یادتون اومد؟ حالا که چی؟ ها؟ راست میگه دیگه، حالا که چی؟ خب هیچی آقا جون. اومده از دلت براره دخترم. بله آخه شما پول من زنده کردین. این برنامه دزدی هم که پیش اومد واقعیتش من نرسیدم از شما تشکر کنم. من خواهشان دیگه از شما میخوام نصرت خانم، این دفعه دیگه چک منو بر نگردونی. آقا جون بفرم. یه دفعه چی کار داری میکنی آقا جان؟ من نه چکتونو میخوام، نه اون شیرینیتونو میخوام، نه تشکرتونو. اصلا اشتباه کردم، من تو بانک رفتم دنبال دزد شما. اشتباه کردم دیگه. حالا هر چی میخوایم بفرمایید. چی میخوام من بدم بهتون تشریف ببرید؟ میخوام. چی گفتی؟ ترشی میخوام. ترشی لیته. گفتین چی میخوای؟ ترشی لیته. بله. چقدر میخوای؟ همشو. نه آقا جون، همشو نه آقا جون. بی زحمت یه کیلو به من بدی. یه کیلو آقا جون. به به، واقعا عشق میکنن یه همچی خانوم میبینن رو پای خودشه، داره زحمت میکشه، نابغت حال میکنن، یه دنیا ارزش داره. آقا جون اینجوری حرف نزن، زشته. زشته چیه؟ واقعا خانوم زن زندگیه. آقا جون من بعدا با شما صحبت میکنم، خواهشن الانشون بیخیال. دستتون درد نکنه. بفرمایید زودتر. بفرمایید بریم دیگه، پسرم داره میاد. چی؟ آره شهر به پا میکنه. بفرمایید دیگه. چیزی شده؟ سلام. نه رفته بودم این شرکت لیزینگی ها، 2 میلیون پول پیش میخوان، 24% هم سود حساب میکنم. 2 میلیون 24% سود چه خبره مگه؟ دیگه اینجوریه دیگه. خودم ردیفش میکنم برات مادر. نمیتونیم وایسیم تا ردیف شه که. من گفتم یه جوری با ماشین کار کنم، شما هم دیگه اینجوری ترشی نفروشی. خب مادر مگه من سابق بر این چی کار میکردم؟ قبلا تو ماشین میفروخت، نه اینجوری بسات پن. بابا این شیرینی ها رو برای چی خریدی؟ شیرینی مال من نیست مادر. مال کیه؟ مال مشتری جا گذاشته. مشتری میاد این زیر جا میذاره؟ چه میدونم دیگه، همه یه جورایی دیگه گرفتارن. خود من فکر میگم از سربازی میام همه چی ردیفه. همین بار که شما ماشین رو فروختی، همون بار هم که علکی علکی گرفتن ما رو انداختن تو بازداشتگاه. من که این یارو آشغاله رو من چیه؟ هیچی بری کرد. نه بابا اون یارو جهانه رو میگن. مادر جون اسمش هم اصلا نیار، خودت هم ناراحت نکن، هیچ اشکالی هم نداره. یه موقع پا نشی بری اونجا دوباره آبرو ریزی بکنی. ها کجا بلنشم برم؟ اون سری هم اون ناصر وبال چتباز منو برد اونجا، وگرنه من ریختشون هم نمیخوام ببینم. چرا اون ور نگاه میکنی؟ مادر جون هی تو اینجوری میکنی، منم حواسم پرت میشه. اما منظورم اون جهانه است،
یه بار دیگه من چشم تو چشش بیادم زمین لتو پار میکنمش. خدا کنه ریختش رو من نبینم. باریکلا قربونت برم. اصلا هم ناراحت خودتو نکن. خودم برات کار پیدا میکنم. ماشین میگیریم. میرم برات خواستگاری. یه زن خوب برات میگیرم. بهش گوه ما میگیم 2 میلیون نداریم برای لیزینگ که میخوای زنم بگیری تو این گیرادا. من پاشم برم. مسیرم این ور بود گفتم یه سر بهت بزنم. دستت درد نکنه مادر. به سلامت. شما هم شب زود بیا خونه دیگه. باشه قربونت برم. خدا حافظ. اونو کجا میبری؟ چی رو؟ مادر اونو میبری چی میبری؟ شینونو که گذاشتم اونجا دیگه. بابا اونو دارم میگم اونو. چی رو میگی؟ این در سطل رو کجا داری میبری؟ چسبیده این پشتت. با حواست هم نیست همجور داری میذاری میری. بیا بیا. نوچه خود میری میشین اینجا میچسبه به. آره. سر لباست. کجا مادر کجا؟ برای مغازه آقا مولایی دستمو بشورم. یا برو مادر چیزی نیست که قبل وسواس به خرج بدی. من ازش اجازه میگیرم میام. مادرم قربونت برم بیا برو خونه تو داری میری خونه دیگه دیر میشه. یه آب میذارم سری میام. اگه مادر تو دوست داری نرو. بیا برو خونه. چقدر وسواس داری تو بیا. بابا گفتم یه آب میذارم. بنده خدا داره کار زندگیشو میری اونجا مزاحمش میشی داره. مشتری داره بابا. برو. بیا خوب است. برو به سلامت. خداحافظ. به سلامت. خداحافظ. بیا بیا رفتن آقا جون بابا اینقدر تابلو بازی در نیاد عجله نکن بذار بریم میریم دیگه آقا این اسکاشا چی شون اینا والا این سکاش قشنگه فقط یه کمی زبره باید گرونم میدی خب دو تاشو ببر آخه سه تا میخوام خب سه تاشو ببر دو تاش 800 تومان سه تاش بس جان 1200 تومان شما نه مشهور من چیکار داری میکنی آقا جون برداشتم ما بقیه‌اش هم چون با عشقی مال خودت دست شما درد نکنه شما درد چی چی با عشقی مال خودت 200 من کم دادی بفرما با این 200 من بیا بریم بابا دست درد نکنه دست شما هم درد نکنه خدا بده بری کرد بیا آقا جون بیا بریم سلام خسته نباشی دیگه چی نگران نباش آره رفت ببخشید ما یادمون رفت پول ترکیه بدیم خدمتتون 850 تومن میشه جان بله بله 1000 بهش بده بقیه‌اش هم شیتیله آقا جون میشه شما حرف نزن اینجا وایسین بله آقا جون برو تو ماشین من الان میام برو بابا خیلی معذرت میخوام بالاخره سن سال دیگه فراموشش کنید هیچی نگفت بله پا ترشیتون کو ترشی آقا جون ترشی چی شد؟ ترشی نهاش داره چشمک میزنه بفرما میگم که سن سال که میذاره این خب بله 850 بله بله شما 800 بدی چشمش بفرما این هم خدمت شما دست شما درد نکنه خیلی ممنون بله میگم اگه پول خورد نداریم باشه هم ببخشید معذرت میخوام اصلا حواسم نیست ببخشید خواهش میکنم باشه نه خواهش میکنم بفرم دستتون در در آقای محترم شما رو تشریف نوردی؟ این 200 تومانی در و داغون چی انداختید به من؟ عزیزم اینو من ندادم به شما الان شما دادی تو دکون حالا مگه چیه شما میخواه بدید به مشتری دیگه 30 تا چسب پشتش خورده منم میخوام بدم به مشتری بابدم. مشتری قبول نمیکنه منم از دست مردم گرفتم این چیزش رفت سال بیا بیا مشتری اومده اومد پسره چی اومده چی شد آقا مجید آقا مجید عزیز جا تو مرد خوبیت نداره چی شده ما شما بسن بدن شما چسته دو رایی نگاه تا واسه من خفت کنم تو مگه درس نداری؟ تو چشمت نمیبینه بچه؟ ببخش کی تو رخت خواب ناخون گرفته که تو نشستی داری ناخون میگیری؟ ببخش وقت نمیکنم اون سعید به درد سیما نمیخوره درش برایت داره آره پره اینا رو کی به تو یاد میده ها؟ کی یاد میده به این؟ نه مجید ماه از این حرفا نازه تو هم نباید از من نه یادش نه یادم خیلی راحتی تو من بهش چی یاد نه
میگم مجید، میدونی که اصلا از وقتی که تو اومدی این بیژنه دور و بر این خونه آفتابی نمیشه. چرا اتفاقا زهر اومد آش نزیدان نوک اون بیژن هم یواش یواش میچینه. داره نوک میچینه. نوک تو هم میچینه که دیگه اسم اون سعید و چلو این دختر نیاری. داداش من اصلا خودمم از اون خوشم نمیاد. خوشت هم میومد اون به درد تو نمیخورد. کجا؟ قرار گذاشتم برم یه ماشی ببینم. بخوانم بیام؟ نه قربونت، تو بگی بخوام. نه زود لباس میکنم. آره بگیرم بخواب دیگه ازم. یه بار با تو بیرون اومدیم یه شب کلانتری گرفتیم خوابیدیم. من رفتم یه ساعت دیگه میام با اجازه. رفت؟ آره رفت. اما این دیگه شورشو در آورده، خیلی پررو شده. بیرش کن بچه جون، میخوای برگرده به تو هم یه چیز بگی؟ بی خود میکنه آخه. نمیدونم این از کجا پول آورده میخواد بره ماشین ببینه. حرف علکی میزنه بابا. مامان جون اگه حرف دیگه ای نمیخوای بزنیم بابا اجازه بریم. خدا حافظ. رفته الان ده. آقا این پول داره بد جور گیر داده، من میترسم آخرین یه چک به ما غالب کنه. اون فلک زده اگه کلاشم بیفته اینجا هم دیگه دنبال کلاشم نمیاد. من چه بشین نگاه اینجا بشین این تلویزیون نگاه فهمیدی؟ باریک بارا میزنیش همیشه. نه نه چی خیه اون دست مولو بده من دست درد نکن. عجب ترشی خوشمزه ای. از بد که خانومه. بله بساب زن زندگی ترشی فرو. آقا جون قصه قبل از شام میتونی خوردی؟ نه یادم رفت. باز کی دوباره خانومه ها؟ پس حتما این ترشی هم ترشی های همون خانوم هست. آره؟ آره امروز هم پیشش بودیم. چی میگی؟ میگی دست مالو من به دست مالو تشکر پسر بیشور امروز هفته بودیم برای مزدخواهی ها این جنگلی ها افتاد رو من عرف که من نمیخواستم شر بشه ولی بد جوری کتک خوردی ها. بابا شوخی میکنم آقا جون. شوخی میکنم آقا جون. من نمیخواستم دستشون بلند کنم. کافی بود یه خون از دماغشون میومد بیرون. اینا هم که آدم های آپارتی. آپارتی؟ من راجع به پنچرگیری صحبت نمی کنم که. من میگم آدم های آپارتی هن. با چوب و چماق میومدن دم خوره. ولی خانومه اصلا به نظر نمیرسید که خانومه بعدی باشه. اصلا بهشون هم نمیاد که بچه هایی داشته باشن که اهل کتککاری باشن. من همین رو دارم میگم. زن جماعت از همون سلام علیکم اولشون معلومه چی کارن. اون دستمال رو دخترم بده من. بفرمایید. دست درد نکنه. بابا بزرگ شما از فکر این خانومه بیا بیرون. من خودم بهت قول میدم یه عروس خوشگل و مامانی واسط پیدا کنم. باشه؟ تو زرنگ بودی یه شوهر برای خودت پیدا میکردی. الو سلام. این دستمالو بده بابا. ببین گوشی اینو شوهر نمیدی؟ فعلا بذار شر شورش بخوابه بعدم. نمیگیریش؟ کیو؟ همون نصرتو دست کنی خودم میگیرمشا. آقا جون شام تو بخور. همه خیال میکنن اونو من برای خودم میخوام ولی من اونو برای تو نشون کردم. مال خوبو نباید رو زمین گذار. اینقدر مال بال نکن شامتو بخور. چی کار میکنی؟ دلو چی کندی؟ اون دستمالو بده من. بابا این دوباره قاطی کرده. بیا برو ببین چی میگه. چی شده دوباره؟ هیچی. اصلا زندگی تعطیل. اصلا یه غذا درست نمی کنه. من الان یک ساله دارم غذای بیرون می خورم. زخم معده گرفتم چی کار کنم؟ اینم که غذای بیرونه. من چی کار کنم؟ گشنمه دیگه، باید بخورم دیگه. من چی کار کنم؟ دست مالو بدم.
دارم میگم برو آشپزی کن. نه نه نه، شما فقط زحمت بکش برو بالا بگو نره، داره میره، وسایل چه داره جمع میکنه. به من هیچ ربطی نداره، اصلا بذار بره. به من چه؟ بلش کن، بذار بره، یه دونه جدید بگی. یه اون میخوای زندگی کنی، مرض معده میخوای بگیری. بابا قربونت برم، بیا برو بالا درستش کن. آخه گل پسر، منم اگه 10000 تا سکه مهریم بود همین الان چی پام چون میارتن خونه مامان جونم. ای وای، همین مونده من مهریتم بتونم جور کنم. خب من که نمیتونم، اون بیر کمک کنید. آخه من چی؟ این دست مولو بده من، همین یه دونه رم داشتم اتفاقا. ارادی نی، همین یه دونه میبریم حالا فعلا. بعد چقدر میشه؟ 2 تومن. 2000. چشم، بفرمایید. دست شما درد نکنه. خدا حافظ شما. خیر پیش. خسته نباشی. بفرمایید. بازم شما؟ کاسبی هم که روبراست. بفرمایید چی دیگه؟ بفرمایید آقا، بفرمایید. مگه شما معذرت خواهی نکردین؟ راستش امروز اومدم ترچی بخرم. آقای محترم، اگر پسر من پرش به شما بگیره لطوپارتون میکنه، هم بهتون گفته باشم. نگران من اصلا نباشید، من از پس خودم بر میام. بفرمایید. آخه من که نگران شما نیستم که، من نگران بچه‌مم. اگه یه موقع بلایی سرتون بیاره و شب بعد تو کلانتری بخوابه. شما هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله دست به شکایتتون خیلی خوبه. نصرم تیچه میندازی؟ چی گفتین شما؟ ببخشید، بفرمایید چریدین. این بابای من تو خونه اینقدر از شما صحبت میکنه که چقدر میخواین آقا؟ ترشی چقدر؟ همه شو میخواه، همه شو، کلن بارتو میخرم. همه ترشی رو؟ همه ترشی رو. خب برای چی میخواین این همه ترشی رو؟ میخوام باش ترشی بنازم. در باید جوزی کردم. اینو بگیرید، من ماشین پاک کنم. ای بابا، خانم محترم، یه حرفو که با آدم هزار بار نمیزنن. جنگو کس گذاره، برو دیگه بابا. آقا 10000 بارم بگی من از اینجا برو نیستم. یعنی چی؟ خانم محترم، من 70 میلیون خونه دادم اینجا خریدم، خودم، زنم، بچه‌م، مهمونم، هیچ کدوم دست توشیات عمو ندارن. یعنی چی؟ چقدر قربونه؟ 100 میلیون بده. 4 روز اومدی تو این خونه، یه عمر من اینجا وایسادم دارم کاسبی میکنم، تمام این اهل محل منو میشناسن. لاغر تو ماشین بود، این تریپی نبود. اینجا تو کتمونم، اینجا امور بازیه. جنگو کس گذاره بینه بابا. یعنی چی؟ با یه خانم محترم اینجوری صحبت مگه میکنن؟ دستتو بنداز ببینیم با تو اصلا چیکاره ای؟ چه پروه؟ حالا خدمتتون عرض میکنم من چیکارم. بایسته اون ورته بینم. خب؟ چه این تو؟ کاره میشه این ها؟ ممکنه زنده ده بیا. اینو بگیر نقصه خانوم. دست تو بکش بیدیم با بابا. برو برگه بیدم.